باش تو ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا. آقا خسته نباشید، خیلی ممنون. ممنون آقا، مرسی، خیلی ممنون. سرکار ببخشید، یه دست به این ماشین میگیرین روشن نمیشه. خیلی ممنون. گلچین کجاست؟ کجای گلچین؟ این آدرسمونه دیگه، این کجا؟ دو تا کوچه بری پایین‌تر میرسی به گلچین. این وری. پایین سمت. یه مقدار میری سمت راست، فکر کنم میرسی. خیلی خوب. فکر می‌کنی یا مطمئن؟ فکر کنم. باز بپرسید. باشه. باشه بابا خیلی خوب. باز بپرسید. حتما. چه خبرته؟ ممنون آقا، دست در نکنه. بازم بپرسید. خیلی خوب می‌پرسید. بفهمید. چیه؟ چه تا بوق می‌کنی تا؟ آقا جان برو کنار دیگه، مگه نمیبین عجله دارم؟ خب مگه کوری من دارم آدرس میپرسم. خیلی خب پرسیدی، بفرمایید برین دیگه. عجب روی داره آقا جان، اصلا من آدرسمو پرسیدم، دلم میخواد اینجا وایسم ببینم. آقا چرا چرت و پرت میگی؟ من دیرم شده، میخوام برم، عجله دارم. خیلی خب خواهش میکنم آقا، خواهش میکنم برم. بگو. خواهش کردم بذار برم دیگه. آره اینجوری دوستانه حل میشه دیگه. خیلی خب بذار برم. خب اکبر جان بزن کنار خانم رجاش، بفرمایید. ممنون آقا، لطف کرد. کمربندت هم ببند. برو با اون قیافت نترسک. خودت قیافت دیدی تو آینه مگسک؟ اینو بگیره قرقا. پلاک 14.1. آره خونه خود نامردش. نامرد چیه؟ خب پول دارن دیگه. نامردن دیگه، ما باید اینجوری بی پول باشیم، اینا پول دار. آب ببخشید دست درد نکنه، تو برو خونه دیگه. من نیام تو؟ نه دیگه، بیا چیکار؟ ببخشید امروز هم هی بار بریز بالا بار بریز پایین، خسته شدی. برو. تو برو دیگه. بله. آقا سلام عرض شد. خوب هستین؟ من ناصرم. گفتین بیا تو بانک. میبینی من الان دیگه عزیزم این آیفون تصویری نیست. آها درو ممنون. من چی؟ عجب بی‌معرفتی یا چرا وایسادیم؟ بفرمایید بشینید. بله. این چند اینچه؟ آقا ناراحت شدیم، ما بریم، ما کار داریم. آه جوون اینجا چی کار میکنی؟ سلام قربان، مخلصی. مغازه بابا رو ول کردی ها؟ من بابام مغازه نداره، اشتباه گرفتی. خب دیگه بهونه نیار، ول کردی بگو ول کردم، خوبم کردم ول کردم. آخه من بابام مغازه نداره، چرا دروغ؟ این رو بلدی ببندی؟ این چیه؟ زیپه. آها بله بله قربان، اجازه بدین. فقط فکر کنم منو اشتباه گرفتیم. یعنی من پس او سیه‌فر رو نمیشناسم؟ نه من اینو عرض نکردم. نه عزیز من، میگم ول کردی بگو ول کردی. نه خب من ول نکردم، چی بگم؟ ول نکردم. میگم ول کردی بگو ول کردی. آقا ول کردم. نیشت رو ببند، زیپ رو ببند. کدوم رو ببند؟ جفتش رو. باشه چشم، ببخشید. این خب آخه گیر داره که، این چرا نمیاد بالا؟ برای اینکه خرابه. کارگر اینجا؟ من سرکارگرم. دو تا چایی میاری بشینیم با هم صحبت؟ چرا نمیارم؟ قربونت برم. اطاعت. اون خراب ها، زیاد دستکاریش نه. سرد شد. بله اون که سرد شد دیگه. پس چرا نمیخوری؟ قند نیست، 10 دفعه گفتم دیگه قند نباشه. قندم میارم. آقا گذاشته سر کار را. قندم نیست. بله 10 دفعه گفتم نیست. شرمنده. بفرمایید خواهش میکنم. خیلی خوش اومدید. خواهش میکنم بفرمایید. شما خوبی بابا. ببخشید. خواهش می‌کنم. شما چون خودتون اصرار کردین گفتین ما در خدمتیم، من مزاحم شدم، وگرنه قصد گفتیم پول خودتون هم زدن؟ بله متاسفانه داشتیم جابجا می‌شدیم، یهو دست کردم جیبم دیدم ایداد بر من، پول ما هم زدن، حالا گناهی کسی هم نشوریم، یا دزدیدن یا به هر حال یه جای گم شده دیگه. ببین یه کاری دارم پسرم. میام الان آقا جان. بله کارگرتون خیلی بامزه است. احمد بابا من ایشون. میام آقا جون شما بفرمایید. میام. بیا یه کار واجبی دارم. کار واجبی دارم. ببخشید چربندی. بله آقا جون. جانم. آقا این در رو باز کن. من؟ باش. آقا آیفونتون. بابا سلام. سلام بابا. آقا سلام. سلام بابا. خوبی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ پدرتون زنگ زدن گفتن میخوان از ما تشکر کنن، ما هم تشریف آوردیم ببینیم چیکار میخوان. بابا بالا هستن. آخه پول ما رو هم زدن. عجب. آره بعد از اون قضیه شما آقا جون اون زیپ خرابه، اون دنده‌هاش یه خراب شده، بالاخره یه کاریش بکن. این اینجا چیکار می‌کنه؟ ببین این بابا بزرگ چی کار داره؟ شما چرا چک رو برگردوندین؟ می‌خواستم همین رو بگم، شما گفتین در رو باز کن بریم. بفرمایید. قربان این قضیهش اینه که ما اصلا تا حالا پول حرام سر سفرهمون نمی‌دونیم. من نمی‌دونم. آقا جون اون دنده‌اش خراب شده. چرم تو برو یه کاپشن برای بابا بزرگ. من گفته باشم کت شلوار می‌خرم. شما هر چی دوست دارین بخرید آقا جون. یه چیز بخرید زیپ نداشته باشه. شما بفرمایید. می‌خرید. من لطفا کلام اصلا بگم به شما. بابا آقا یه دقیقه بیا. چی شده باز دوباره؟ زنت نیومده؟ نه چرا اومده، ولی دیگه تا اینجام رسیده. چی میگه مگه؟ هیچی. میگم چرا دیر اومدی؟ میگه تو ترافیک بودم و بابا لجبازی میکنه. غلط میکنه بزنینش. چی؟ من چی میگم؟ ببخشید. یه دقیقه بیا بابا. تو هم وقتی رو بردی این وسطا. اون درو باز کن آقا. من؟ نفس من؟ آره من. کلید داشتیم. چی شد؟ کجا رفتی؟ ببخشید شما؟ من از دوستان خوب و صمیمی پدرتون. بابا کجا؟ با داداش داره حرف میزنه. اینور 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 اینه. بالا. خیلی خوب. سلام بابا. سلام بابا. میتونی اینو بکشی بالا؟ حالا این خرابه، بریم بالا بسات درست کنیم. آه کی آسان. سلام سلام. تو کوچه پایینی نبودی الان؟ خانم من خیلی دنبالتون دویدم که بگم معذرت میخوام، شما مترسک گفتیم خیلی حال کردم. بابا جهان کارگر جدید آورده بود. نه خانم، من از دوستان خوب و صمیمیشون هستم. خودم تاجرم. کار فرشای کهنه و اینا روفو میکنه. همه رفتن بالا. چه خبره بالا؟ من بیان آقا جهان. خانوم خل بفرمایید. خانوم تو رو خدا. نمیخوام خانوم. خواهش میکنم تو رو خدا. فقط همینا رو داری؟ بله بفرمایید. چقدر میشه؟ 500 تومن. چرا باز ارزو میفروشی؟ دیگه خب حالا دستت درد نکنه. تشکر. میگم امیر خان از پسرت چه خبر؟ خدمتش تموم شد؟ نه 2 هفته دیگه مونده. چشم هم بزنین 2 هفتم تمومه. آخه گیر بهش دادن، اضافه خدمت خورده. نمیدونم چه خاکی به سرم بکنم. آی 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 آی. میگه تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب شود. اون مثال به درد اینجا نمیخوره آقا جعفر. ببخشید. سلام جعفر آقا. سلام زن داداش. به 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 چه عجب. عجب جمال شماست. حال شما خوبه؟ این طرفا دیگه. بفرمایید بفرمایید بشینید. بچه‌ها خوبن؟ خیلی ممنون. خب زنده داشت نگفتی راه گم کردی؟ حق داری والا، شرمنده جعفر آقا. منم گرفتار خونه عوض کردن بودم دیگه. خب به سلامتی. حالا اساس کیچی کردی؟ نه هنوز. راستی هم مجید چه خبر؟ مجید که والا یه 2 هفته مونده که خدمتش تموم بشه. ببخشید خانم بچه شما هم سربازه؟ بله. 2 هفته از خدمتش مونده؟ بله. کجا خدمت میکنه؟ نمیدونم آقا، من که الان مغزم کار نمیکنه. کار دارم، گرفتارم، میخوام برم. آخه بچه منم سرباز 2 هفته دیگه داره. امیر خان سرت اینقدر تکون نده، نزدیک بود گوشتو ببرن. ببخشید زن داداش. میگم اگه این مجید سربازیش تموم بشه کلی گرفتاریات حل میشه. چه میدونم والله. میگم شما هم مشتری داری، من دیگه مزاحمتون نمیشم، ولی اومدم رو راست 2 کلمه به شما حرف بزنم، شما هم رو راست حرفامو جواب بده. این چه حرفی میزنی زن داداش؟ من شما رو درباسی هم داریم. شما امرتون رو بفرمایید. والا جعفر آقا میخواستم ببینم که امکان داره که ما یه 2 هفته مزاحمتون بشیم، بیایم خونه‌تون با بچه‌ها. اسباب اساسی که همجور رو وانته و قلمم که خب به هم خورد. خودمون بچه‌هام که همجور سفیر سرگردون شدیم، نمیدونم چیکار بکنم. به به چه شبه داریم حرف میزنیم ما. چش. زن داداش این چه حرفی میزنیم؟ شما بیان اونجا تا هر وقت دلتون خواست بمونید. من از اول میخواستم همینو بگم، منتها گفتم چون رام دور کرجه شاید را دستتون نباشه بیاین اونجا. اساسات هم میبریم میذاریم تو انباری. خب هر چقدرش هم اضافه موند گوشه حیات میذاریم. دستت واقعا درد نکنه آقا جعفر. میگم بعدم نیست یه زنگی به خانم بزنی، یه اجازه هم از ایشون بگیری. بالاخره هرچی باشه خانم خونه است دیگه. آفرین. چی رو میگی آفرین؟ جلوتو نگاه کن. الان زنگ میزنم خونه میگم منتظرتون باشن. یه دقیقه صبر کن من کلید حیاتم بیارم. خیلی ممنون. از این بالا تو چی شده؟ نصرت خانم سلام علیکم. سلام علیکم. به سلامتی همینجا موندگار شدید. چی شدی؟ مبارک باشه. آقا ناصر پولا رو جور کرد. از کجا؟ با یه آدم با کلاس اومدن پولا رو دادن به صاحبخونه‌تون. شما باید از اول همینجا میموندی. تو برای چی داری با من بیای تو خونه آخه؟ غلامم. ما غلام سیاه نمیخوایم. ای بابا. بابا من به کی قسم بخورم شما باورتون بشه؟ به جون خودم، به جون مادرم، به ارواح خاک آقا محسن که انشالله هرچی خاکش عمر شما باشه. خودش گفت ما در خدمتیم. من چیکار کنم؟ من برای این بچه‌ها میگم که اگه خدا قبول کنه. ببینم ما مگه از این آدم طلبکاریم؟ من از دست این چیکار بکنم؟ ای بابا شما شدی کاسه داغتر از آش. بابا خود یارو دیوانه است. پول اومده 2 دستی داده به من، میگه این مال شما. پولم براش هیچی نیست. من بگم نه؟ آخه چرا؟ چرا و مرگ. به ارواح خاک پدر سهیلا که هر چی خاک این میخوام عمرتو نباشه. بابا من اینقدر اذیت نکن آقا ناصر. زندگیمه، من حق تصمیم گرفتن تو زندگی خودم هم ندارم. مامان جان من آخه چرا بی خودی عصبانی میشین؟ بابا ما که فعلا اینجا موندیم دوره هم خیلی هم داره بهمون خوش میگذره. هستیم هر وقت پول دستمون اومد پول یارو پول داره رو میگیم بره دیگه. آره قربون دهنت من به خدا دارم همینو میگم. خلاص تموم شد رفت نمیمونیم. راحت و آسوده خلاص دیگه. تو چه مرگی تا آخه؟ هنوز هیچی جمع نشده تو گلدونو داری جابجا میکنی؟ ببر بابا. سیما کجا گذاشته رفته؟ نه اعصاب قرآن اعصاب دیگه ندارم. نوید کجاست؟ اون هنوز از مدرسه نیومده. حسن آقا شام دعوت من کباب. آره کباب بخوریم خیلی وقتی کبابم نخوردیم. میریم بیرون اصلا میریم دربند. آقا من میرم فرح درک نه همه با هم یه جا درکم خوبه دربندم خوبه. آره کجا یه جا میریم یه جا بالاخره. آره خیلی هم فکر خوبیه. بابا تو هم برو لباساتو عوض کن قشنگ یه رنگ و رویی پیدا کنی از این حال و هوا در بیار. من برو یه چای بذار. برو کجا داری میری؟ چشم چشم. اجازه میدین منم حرف بزنم؟ بفرمایید بفرمایید. حق دارم حرف بزنم. من با عموجه خودشون بفرمایید شما. نه 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 من می‌خواستم بگم ساکت گوش کنین ببینید که من میگم با عمو جعفر صحبت کردم. گفتم یه مدتی اسباب اساسیه رو میاریم میذاریم خونه شما خودمونم اونجا هستیم تا بلکه همونجا تو کرج جا گیر آوردیم اونجا موندی. این آدرس یارو مرده پول داره کجاست؟ من چه می‌دونم من ندارم. ای بابا ناخیر یکی رو جالبی چه خوب شد اینجوری. واقعا میگم جدی. برو چایی رو بذار دیگه. بله. اون موقع که من جوون بودم برو بیایی داشتم برای خودم. گوشم بده کار این حرفا نبود. طرفو چکیش کردم. خودم سه روز تو بازداشتگاه خوابیدم. عجب بزن بهادری بودین شما اون موقع. اوه تا زن نگرفته بودم بساتم همین کار بود. زنم منو آدم کرد. بازم خدا خیرش بده. خدا بیامرزتشونو دعا کنید خدا یه دونه دیگه قسمت کنه. زیاد درش خوب نیست اصلا. زیاد درفش جدی نگیر. این بچه ریاض خودش نمیاد. من چی میدونم اینا دارن به شعور ما توهین میکنن. من میگم بلند چی بریم مثلا چکر نمیخواد. ببخشید خود آقا جهان تشریف نمیارن؟ میاد تا این چایی رو بخورید الان اومده. کار داره میگه این چایی رو بخورید. شیدا شیدا. بله بله بابا بزرگ. یه چند تا چایی بیار مهمون دارم دخترم. چشم الان. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ آفرین. خب دخترم کار چیه؟ شغل چیه؟ من تو کار ترشی هستم. ترشی میفروشم. عجب کار خوبی. بهترین کاره. باریکالله. آفرین. کدوم طرفا هستی؟ خب که جواب نده. پس چی شد این چایی؟ الان میارم. لیوانی برای من میاری؟ شیدا خانم چرا جواب نمیده؟ شیدا خانم چی شد این چایی؟ چشم چشم الان میارم دیگه بابا. زودتر بابا مهمون یکیش گفتیم لیوانی باشه اگه اشکال نداره. شرمندم نکن پیش مهمون. من لیوانی میخورم چیکار کنم؟ چشم حتما. آفرین. حالا شما بریم باشون صحبت کنید اینجوری که زشته. اینا از اون زگیلان که بوی پول به دماغشون خورده. من اصلا اشتباه کردم آدرس خونه رو دادم بهشون. خب شهرام بفرستیم باشون حرف بزنم. شهرام رفته شرکت. بیا برو خودت پایین باشون صحبت کن بگو که بابامون نیستش یه جوری ردشون کن برن دیگه. آخه نمیشه که شما رو دم در دیدن. کجا هستن اصلا؟ اینقدر چایی نیوردی تا رفتن. خب به اون بگو رفتن؟ بله این برگ چک رو دادم بهتون بدم. بابا چکم پس فرستادن اینو بدیم به بابا. بیاره اون مال من آقا جون بیارش اینجا. برگ چک رو دادم گفتم دیگه مزاحمتون نمیشم. این نه چرا اینقدر شلپ و سفر را انداختن؟ بابا دیدی زشت شد، بعد میرفتیم باشون صحبت میکردیم. آره بابا، من اینا رو میشناسم، آدم حسابی هم، طرف لویزان، بساط ترشی فروشی دارن، پشت بر رو هزار ماشالله بزنن به تخته، هرچی بگم کم گفتم. بابا بزرگ، ممکنه اصلا خانم شوهر داشته باشه. من آمارشو گرفتم نداره. میبینی بابا، بازم بابا بزرگ چشش به چش یه خانم افتاد، گل از گلش شکفت. آقا جون، اینقدر زمزم نکن. راستی این خانم سعودی هم که دیگه جلوی منو گرفت، گفت شما رفتین در خونه‌تون نمی‌دونم چی گفت. چیزی می‌خواید از تو یخچال؟ نه بابا، آقا جون در اون یخچال رو باز نکن، جلوش وایسا خراب میشه. آقا جون آواز بخونه. بچه‌م بر یا سوار باد ابرا بشیم، عازم شهر پاک رویا بشیم. بابا چای می‌خوری؟ بیار تو اتاقم دخترم. به فکر ساختن یه فردا باشیم. باور کن ماشین گرفته فردا اساس کشی کنه. دو نفر لویزان. من خودم بودم. لویزان دو نفر. آره. مامان شماست دیگه. بله دیگه. خانم لویزان میری؟ سوار شیم. باش. یه نفر دیگه لویزان. باش. پس شما جمع جور کنیم برای فردا دیگه میری. آره لچ کرد. خداحافظ. آخه. بله؟ مسافر کشی میکنم؟ بله دیگه. نیاز دیگه خانم. بله بله. بله. مسافر دیگه نیست. خب برو دیگه. نصرت خانم موبایلت. دست درد نکن، کمربند تو ببند. بله. هی بدبختی. من گفتم باز الان روشن نمیشه. هر روز کار و زندگی اونه دیگه. استارت میزنی روشن نمیشه. صاف شدم که همیشه مثل کارمزدرا بازه. بله من میرم به کتابی بگم فردا صبح میری. باشه باشه. ناصر. بله بله. میگم که به بچه‌ها بگو فردا 8 صبح ماشین میاد دم درام. باشه باشه. ناصر. بله بله. شبم اگه شامام چیزی میخوای بخوری برو یه مقدار خرت و پرت بگی ورده بیار. باشه چشم. میگم که بله بله. به سیما بگو این کریستالا رو بر نداری بی خودی تو کارتون مارتون بریزه، خدای نکرد بریزم بچکه. باشه باشه. راستی؟ بله. آخ بله ببخش. هیچی. باشه. شما منو مسخره کردین نه؟ آقای کتابی اون پولی که ناصر به شما داده که پول ما نیستش که. به جاش من چک دادم به یارو، فردا صبح باید پول نقد تو حسابم باشه. ای بابا، یعنی دوباره اسباب کشی؟ بله. برای شما مشکلی؟ خب حالا کجا میخوام بریم؟ میرم یه چند روزی خونه عموی بچه‌ها، بچه‌م با امید خدا شاید همونجا یه جایی پیدا کردیم و رفتیم. میارزه این همه خودت حال خون بالخون بکنی؟ میارزه؟ آقای کتابی ببین، من فردا صبح خونه رو تحویل شما میدم، شما هم فردا باید پول رو تحویل من بدی دیگه. اینقدر با من جر و بحث نکنین دیگه. خانم نصرت خانم، اگه فردا صبح اول وقت دامادت اومد در خونه پول آورد گفت دوباره میخوایم اینجا بشینیم، من قاطی میکنم. من قاطی میکنم. کیه؟ کسی نیست. آقای کتابی آخه مگه داماد من خونه رو از شما اجاره کرده؟ خیر. خب من خونه رو از شما اجاره کردم، منم باید بگم اینجا میمونیم یا نمیمونیم. فردا صبح میبینمتون. جهنم دیوونم که برگشت. ببین آقای کتابی، حرمت موی سفید تو داشتم که هیچی بهت نگفتم، لاغر شما هم حرمت اون نون و نمک رو داشته باش. گرفتار شد. اصلا نمیدونم چجوری بهش بگم آخه. ببین کاری نداره. ببین اگه مامانت اومد اشاره بزنه. حواسم از بابا چجوری بگم؟ حواسم نیست. باید نمه بهش بگیم. چجوری نمه بگیم؟ مثلا چه بگیم؟ چی داریم میگیم؟ چی داریم میگیم؟ برای شام چیزی گذاشتی؟ بله گذاشتم. دست درد نکن. تو میگم مامانت اومد اونا اشاره بزنه. حواست کجاست؟ دکتر من میگم ببین خودت باید بهش بگی. چی جوری من بهش بگم آخه؟ میخوای من بهش بگم؟ آفرین دمت گرم. بگو ولی یه جور بگو قاطی نکنه. بابا این چیزا رو چرا به بچه تو یاد میدی؟ آخه به این چه؟ خب پس خودت بگو دیگه مادر توه. به من هیچ ربطی نداره. این گند خودت بالا آوردی خودت هم درستش میکنی. اینجاش به من هیچ ربطی نداره آقا. اگه اونجاشو خراب نمیکردی که به اینجاش نمیرسیدی. اونجاش هم مامان جونتون خراب کرد. من هم اینجاشو درست کردم هم اونجاشو در آوردم. اینقدر اینجا اونجا واسه من نکنه. ما هنوز توی خونه موندیم. فهمیدی چی میگم؟ فهمیدم. حالا میگی من چیکار کنم؟ چیه تو هم 20 میکنی؟ بابا چته؟ بابا تو قراره به من بگی مامان چی شده؟ یه چیزی داریم با هم اختلاف. ماما جان به آقای کتابی گفتین که فردا میریم؟ بله. چطور مگه؟ آخه فردا نمیتونیم بریم. نمیتونیم بریم؟ چرا نمیتونیم بریم؟ هیچی. عمو جعفر زنگ زد. خب بعد گفت مادر زنش فوت کرده. همه فامیله زنش از شهرستان ریختن خونه اونا. یه هفته دیگه بریم. یه هفته دیگه بریم اونجا. جمشیر دیشید. خدا رحمتش کنه. چرا تو این وضعیت چیکار کنیم مامان ادا؟ کاری نمیتونیم بکنیم. مجبوریم همینجا بمونیم دیگه. با این چرا داری گریه میکنی؟ مگه با اونا نسبتی داره؟ بالاخره منم آدمم دیگه. از کجا اومدم؟ معذرت میخوام. شما دیگه واقعا شورشو در آوردی. منم معذرت میخوام. فعلا ما نمیتونیم پاشیم. خب بگو اگه دلت با نرفتنه بگو ما تکلیف خودمون رو بدونیم. بله راست میگی. دلم با رفتن آقا کتابی ولی مجبورم اینجا بمونم. مجبوری نه؟ حالا که مجبوری بعد 100 تومن بذاری رو اجاره. اینجوری پول عمل دماغ باقره. وای وای عزیز دست از سرم ورد. من نمیخوام دماغم عمل بکنم. من همین خرطوم فیل برام کافیه. برو بشین. با اجازه. آخه این چه طرز برخورده با مادرتونه؟ خوب بود که کار نکردیم. قاطی چرا میکنی؟ من قاطی کردم. شما گیرت سر این 100 تومنه. باشه چشم. من این 100 تومنه میذارم رو اجاره. ولی اگر جاگیر بیارم و نیم ساعت دیگه اینجا نمیمونم. شما چرا یه دفعه قاطی میکنی؟ شما خودت الان قاطی کردی که. من قاطی کردم. شرایط من که نمیفهمی که. میفهمی؟ والا نمیفهمی. به جون اون عزیزت هم نمیفهمی. آره درسته. حقته. حقته با این اخلاقت بدتر از این سرت بیاد. یه چی دیگه من کجا میری تو؟ بی خود باشه اینا. بابا تو این بچه چیکار داری آخه؟ من کارش ندارم. من تو رو اذیتش میکنی. اذیتت میکنم. بفرما. یه بار دیگه بگی من تو رو اذیت میکنم. واسه فیلش کن. ماما چی شد؟ هیچی دیگه مادر مجبوریم بمونیم دیگه. خب آقا نصرت خانم پس زنگ بزنیم به آقا جهان بگیم که فردا نره بانک دیگه ها؟ پول اونم میدم بره پیکارش. مامان یه دقیقه وایسا. دیوانه است بابا این. چی کار میخواد بکنه این مامانه؟ همش تقصیر تو ها. برو کنار ببینم. گرفتار شدیم از مادر زنم شانس نبود. تو چیه؟ برو اینا. نه نه نرو نرو وایسا بازی دوست داری بکنی؟ آره نرو اینجا. نه نه بفرمایید خانم. سرکار خانم بفرمایید خواهش. بله. حواستون کجاست؟ ببخشید معذرت. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. خیلی خوش آمدید. به سلامت. کجا گذاشتم؟ تو کار زندگی نداری؟ از صبح تا شب اینجا گرفتی نشستی؟ غلامم. باش برو اونور بابا ببینم. سلام بابا. سلام مادر. بابا کی اومده؟ کی اومده؟ داداش مجید اومده. راست میگی؟ آره. الهی من قربونش بشم. پس چرا بی خبر؟ ولش کن بابا برو. مادر این آب چی شد؟ آوردم. میگم اون 2 هفته مرخصی باقی موندهشو نگه داشته بود که زودتر بیاد پیش شما. ببین مارمونک یک کلام به من پای تلفن نگفت که میخواد بیاد. خب میخواد سورپریزتون کنه دیگه. الانم که قند تو دلتون داره آب میشه. بالاخره پسر کاکلزریتون اومده. بذار مادر بشیم وقت میفهمی پسر کاکلزریتون اومده یعنی چی. مامان ببین مجید برام چی خریده. بچه جون آبو چرا ریختی؟ این چیه دیگه؟ با یه دستمال برده بیارین آبو پاک کن همه آبو ریخت. برای شام چی درست کردین؟ هیچ. مجید گفت امشب میخواد شام هممونو ببره بیرون. شام ببری بیرون؟ آره دیگه. نمیخواد سهیل جان. مادر یه بسته سبزی قرمه سبزی داره برای شام. میگم راستی دیگه مجید قرار شده که شبا بعد از شام بره با ماشین کار کنه ها. پس ناصر چی؟ ناصرم گفتم که خودش به فکر خودش باشه دنبال یه کاری باشه دیگه. شما نگران ناصر نباشه مامان جون. آبجی نترس هیچ کی نگران ناصر نمیشه. تو لذا نکرده حرف بزنی ها. حساب منو خوب ای داد بر من چشم ندیدین لیبانو؟ ببخشید. حالا ناصر کجاست؟ همومه. ناصرم رفته هموم جفتشون تو همومن؟ نه بابا رفته پشت مجید کیسه بکشه. بچه جون این مگه نمیبینی خیسه خیسه. پشمار یه دستمان خوش برده بیار. تو دیگه چرا تو همی قربونت برم. الانم که دیگه مجید جونت اومده. هی به من میگه. لیوانی به این گندگی رفت هم ندیدی؟ ای داده بر من نگاه کن. یه آب اومدیم بخوریم ها. مامان لیوانو میکنی نفت نوبت منه که بزنم. دور باشید دور باشید آقا مجید سرباز وظیفه بدون لنگ و قذیفه وارد میشود. ناصر آره برای ترخیصی رفتم پلو جناب سرباز گفت پسر جان تو 9 روز اضافه خدمت داری. آره من خودم جا خوردم بعد مجبور شدم خالی بندی کنم. گفتم جناب سرباز مادرم قرار گذاشته ما باید بریم خواستگاری قرار من زحم بگیرم کوچولو بیارم ولی قبول نکرده هیچ رقمه قبول دست درد نکنه. خلاصه من مجبور شدم تو روش باستم. تو روش وایسادی؟ آره قشنگ رفتم تو چشاش نگاه کردم گفتم جناب سرباز من باید برم. گفت پسر جان 9 روز از خدمتت مونده. گفتم نه من کار دارم باید برم تموم شده خدمتم. گفت نمیشه. گفتم برای من نمیشه نداره. می‌خواستی بگی من تو خونم اونم هر چی بگم همونه. قشنگ تو پادگانم اینجوری همه سربازا یه حساب خاصی مردن. رفتم گفتم آقا من باید برم. گفت راه نداره. گفتم من راهشو بهت نشون میدم. گفت پسر جان تو سربازی باید نداره 9 روز مونده باید خدمت. گفتم من باید برم. همینو گفتم یه غار خوابون تو گوش ما. بعد دیگه یهو من نفهمیدم یهو فقط مثلا 20 ثانیه گیج بودم. یهودم شور شدم همینجوری اشک از چشام میاد و ولی دل سوخت دمش کم حال داد. 9 روزم من واسادم و بعد دیگه گفت برگرد دیگه. ولی زیاد تو رو مردم وای نسا آخر کار دستت. نه خودم احساس کردم یه ذره زیاده روی کردم. خطرناک. نه آخه جناب سروان به هر حال دیگه منم بد بود کارم. غذا از دهن افتاد بادم غذا تو بخور. چش. باور کن اگه این غذا ما اونجا چی می‌خوردیم. دلم لگ زد برای قرمه سبزی. الهی من قربونت برم دست درد نکنه مامان. تو چی میخوای؟ خب چرا به من نمیگی بهت میدم دیگه. دوباره دماغ آره؟ آره. ببینم تو پول از کجا آوردی می‌خواستی امشب به ما شام بدی؟ خدمت نرفته. برای آدم یه کاسبی می‌کنه دیگه، لنگ نمیمونه که. این سربازای جدیدو تیغ میزنن. همه‌تون تیغ زنین. شوخی البته. آقای بامزه. بله. به جای اینکه نمک بریزی، 10 بار بهت گفتم نذار بیشم بیاد دم در. باز آمارشو گرفتن پلاس بود جلوی درا. ولش کن بابا. تو که قرار بود ما رو شام ببری بیرون نبردی، اقلا بعد از شام ببرمون یه دوری بزنی. اصلا به جای شام همه میریم بستنی، اونم تجریش. ها؟ خوبه؟ با ماشین میخوای کار کنی ها؟ آره یه چند روزی بلم با ماشین مشغول بشم خوبه. منم که راحت تو خونه خواب و ولی بعدش یه دو سه روز بعد یه کاسبی را میندازن، شما با ماشین حال کن. خوبه؟ برای ماشین نمیخواد کیسه بدوزی. پولشو احتیاج داشتم ماشینو فروختم. ماشین فروخته؟ اونم دیگه علافی فروختی؟ چه فروخت؟ این مامان تو دیگه شورشو در آورد. چه فروخت؟ من چه میدونم بابا؟ ببخش. منم الان فهمیدم دیگه. آخه برای چی؟ چی بگم؟ آها فکر کنم چون ما اون پولی هم که خودمون گرفته بودیم از بانک مال کتابی بود، اونم نیست، اونم فکر کنم زدن. پول پیش خونه رو دزدیدن؟ آره دیگه. آ چوب به این شانس بابا. باز آوردیم دیگه، نمیدونیم چیکار کنیم. خب اگه پول پیش خونه رو دزدیدن، شما چجوری اینجا نشستین؟ خب من که ننشستم که، من هزار تا کار کردم. من رفتم اون یارو که کمکش کردیم دزداشو گرفتیم پیداش کردم، خودش اومده با دست خودش پولو داده به کتابی. الکی ننشستم یه جا که. خب اینا چه ربطی داره؟ میگه ماشینو چرا فروخته؟ چون چیز شد مامان شما بعد دوباره اومد وسط خودشیرینی کرد، رفت پول یارو رو پس داد، یعنی رفت بهش چک داد، گفت این چکت، این پولت، ما پولو نمیخوایم. ناصر چرا نمیگی؟ میگم چرا ماشینو فروخت؟ قربونت برم. آره خب چه ربطی داره؟ برای چی میره ماشینو میفروشه؟ خب من میگم چه ربطی داره، تو باید بگی. آره دیگه چه ربطی؟ آها فکر کنم میخواست چکی که داد به اون یارو میخواست پاس بشه، رفت ماشینو فروخته برای اون دیگه. ناصر به خدا یه روده راست رو شکم تو یکی نیست. بابا به جون تو دارم راست میگم، به جون خودم دارم راست میگم، چرا باور نمیکنی؟ مگه راست نمیگی؟ دزدا مگه پولا رو ازت ندزدیدن؟ چرا دیگه؟ واقعا؟ آره. چه پای واسه بیا بالا. حالا کجا داری میری؟ آخر بریم ناصر، بریم سریع کاری. وای ببین جانم سلام نکردم. حالا نه بابا میگم بهش بتو بفرست بره در خونه‌شون دیگه، همش اینجا پلاس. چی بگم؟ بگو در خونه‌تون، جدی بهش بگو برو در خونه‌تون. آفرین چش. با این اینجوری آدم نمیشه. برو تو ببین. نه نباید بهش بگی. به هر حال آقا مجید ببخشید، کرایه اساسکشی و نصرت خانم اصرار داشت من بگیرم، وگرنه من راغب نبودم. بی خیالا من که در جریان نبودم. بعدم خب حقت بوده دیگه اکبر جون. به هر حال قابل نداشت. نوکر اینو کی گرفتی؟ اینو راستش قسطی گرفتم و الان با بدبختی دارم قسطشو میدم. بدبختی دیگه، یعنی بدبختیه دیگه. آدم یه بدبختی آدم قسط میکنه. آقا مجید بفرما برات ویتامین خالص گرفتم، بخور. بخور دعا کن. دست درد نکنه. دو تا هزاری فقط داری؟ من که یوهایی اومدم بیرون. چی؟ آها اکبر جان یه 2 تا هزاری داری بدی؟ چرا عزیزم دارم. آخ دست درد نکنه. خب آقا بالاخره پایی تو یا نه؟ خدا اینو برو بده بگیرم. نه پولو که دادم، اینو میخواستم جیبم خالی نباشه، هیچی امرام نبود. پایی یا نه بالاخره هستی؟ نمیدونم تو میگی 6 بار اومده رفته پولو برگردن، چی جوری شد آخه؟ تو چیکار به این کارا داری؟ یارو رفیقمه بابا، روی منو زمین نمیندازه که. تو فقط باید مادرتو راضی کنی، بعدم میریم با پولا یه ماشینی پرایدی چیزی لیزینگ میکنیم، تو میری باش کار میکنی، منم باش کار میکنم. هم تو کار میکنی هم من کار میکنم، خرج خونه در میاد. ناصر نه باهاش واقعا رفیقی یا منظورم دوستی باهاش؟ بعد میگم اینجوری نکن، دارم حرف میزنم. میگم نریم اونجا باز خالی بسته باشی ضایع بشیم. اصلا تو چیکار به این کارا داری ها؟ فقط یه چیزیه ناصر، ما فردا باید یه وسیله جور کنیم بریم اونجا. اگه وسیله باشه خودت بگو دیگه. نه دیگه مزاحم آقا اکبرآقا نمیشون دیگه. بعد برنامه ماشین چجوریه؟ قابل شما نره دیگه. حالا اصرار میکنه اشکال نداره ما باش تا یه جایی بریم. قابل شما نره دست درد نکنید. بفرمایید. یارو میگفت اینی که مال تو از همه خوشمزه تره. با یه لحظه ببینم اینو. اون مال ورزشکاراست. با یه لحظه مزه شو فقط میخوام بچشم. این چه خوشمزه است. ببینم اینو. یه لحظه منم ببینم چجوریه. بابا ماله فرمان مزه شو بکشید. تو یه ذره بریز اینجوری دیگه. یعنی چی مال این نمیگه؟ یه ذره بریز. مال اینه که خوشمزه تره. این بعد مزه است داده به ما. سلام. اومدیم بار ببری؟ بار داری؟ آره بار هستش. بده ببریم. چی میگی؟ ماشین که هست حالا یک کاری باش بکنیم. بلکن آقا چقدر پول میدی؟ ناصر جان یه لحظه واسه. آقا اینو بدش کن. با آقای جهانگیری کار داشتیم فرش تورنج. خب شما اومدین بار ببرید یا با آقای جهانگیری کار دارید؟ با آقای جهانگیری خودش. بارم میبریم. رای چند؟ آقا کجاست دفترش؟ دفترش طبقه دوم زیر بالکن. ممنون آقا. ببخشید. بله بارم میبریم. بار آوردین؟ بله؟ بار آوردین؟ نه آقا نه. آقا اگه بخواید من فکر کردی بار میخوام ببرم؟ نه من فکر کردم بار آوردم. گفتم نه 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 نه. مرسدس نذار حرمتای بین اون بشکنه. ساناز یا هر من میگم نه. من قاطی نکردم تو. آقا شهرام من میگم به تو یه بار بهت میگم. خب من هر سلام آقا. سلام آقا جون. سلام. فرشار خالی کردین؟ بله. فرش خالی کردین پول میخواد؟ نه ما با آقا کار داریم. آقا جونچ از این فرشه اشانتیون نداره شرکت شما؟ فرش که نمیدونه اشانتیون خودکار مودکار اینا میدونه. نه بزرگ نمیگم اندازه‌های کوچیک. بروشور خانم منشی به تو میدونه. بروشور میخوام چیکار؟ خب میدن همه جا. خب من شب بهت زنگ میزنم. میگم بهت زنگ میزنم. چه بی رسید انبار این امضا. خواهرت هم ما رو کشت. ما رو هم کشتیم. با کار تو فرشای تفقدی چی شد؟ اون کار امرو نمیفته فردا یه عالمه فرشه. اینا رو کی نداری تو؟ من چون میدونم در باز بودم. من الان دارم میبینمش. خیلی مخلصیم. خسته نباشین. دستون درد نکنه. آقا مال شما نیست. بذار سر جاش. برو عزیز آقا من. آقا مال شما نیست. بله عرض میکردم. آقا ناصر جریان دزدی پولای بانک واسه ما تعریف کرد. بعد در واقع وقتی به من گفت راستیتش آقا چی از جون ما میخواین؟ ها؟ چی؟ این چه طرز حرف زدنه؟ خب هر چی میگم گوش نمی‌کنی دیگه. حرف حسابتو بزن برو. اصلا حرف حساب نداریم. بیا بریم بابا. کجا میری وایس؟ من این نمی‌دونم. بفهمید هری. میذارم لتو پارش میکنم. ما اصلا با این کاری نداریم. من رفیق باباشم. آقا این باباتون کجاست ما باش کار داریم؟ آقا جان بابای من امروز نمیاد. اگه همین الانم نری بیرون زنگ میزنم 110 بیاد کپسه ببرت. آره بابا. نه میخواد 110 زنگ. آقا جبار سینگ بزن ببینیم بابا. خودمون میریم. بری بفرمایید. چی رو تو میخوای بری برو. من ولی وای میستم. حق وای سلاخ وایس بابا چیزی گفتم. من اینجا وای میستم حقمو میگیرم. فهمیدین؟ حق چی تو بگیری؟ حق چی مو بگیرم؟ فکر کردی من حالیم نیست؟ با زن دعوا شده دق دلی تو سر ما خالی میکنی؟ کتک خور زنتی آقا. همون دیروز که زنم گفت تو رو با اردنگی بندازم بیرون بعد مینداختمت بیرون که اینجوری بر من زبون در نیاد. گفت بچه‌ها بگو این دو تا لاتو بندازم بیرون. منو قدرت هم قدرتو بگو بیادش. قدرت بیا اینجا برم. خانم قدرت صدا کن بگو بیا. قدرت بر من صدا میزنی؟ سبینا قدرت بیا بنز بیرون. قدرت بگو بیا. بگو بیا ببینم چی میگه. چه خبره؟ آقا چه خبره؟ برو همون قدرتی که اینا میگن صدا کن بیاد اینجا. برو. قدرت خود من. قدرت خودتی؟ اینو بگیر. برو بیرون. بابا شما برو بیرون. برو ببینم. چیه؟ آقا حقمون نگیریم از اینجا نمیریم. حالته بفرمایید بیرون جلات خونه نیست. جلات خونه نیست. بفرمایید. مالک آقا میگم بشین گفتم تو دهن تا. برو بیرون. برو بیرون آقا بیا برو بیرون. چی می‌خوای اینجا برو بیرون. می‌خواد کار شانتی نه دست افتاد درسته؟ برو بیرون. هر کی پیدا کرد مال خودش. درسته. برو بیرون آقا اینجا نکنین کارا دیگه بابا. برو بیرون تو میشینی ها بشین. پس ما ادبانو میگم برید میریم. بلش کن آقای جبارسین از زمین خدا پیدا کردم. برو خدا آقا جوه شما برو. درم باش سرتون ببندید. لاتخونه سفک کردن اینجا. خیلی باز رفیق بودن. رو تو اصلا زمین ننداختم. بابا بار آوردیم نمیخوام بار ببریم. نه بار آوردیم نمیخوایم بار ببریم. طرفتو بشناسا. طرفتو بشناسا اینا. بار رو. اگه بار نمینا بابا. خب دیگه. چشم بابا. یه واسه چیکار؟ من میخنده. اونا تو بلدم. یک بلای سرت بیارم. هر غلطی می‌کنی بکن. یادا گوش حالا خبراش میرسه میذارین دعوا میکنین. آخه اون رو نگاه کن. اون میگه بابا عزیزم برو میکروب شفه سوسول برو در خونه‌شون ببینن برای چی. برو تو هر کاری دوست داری بکن. حفلی بزن درو.